فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت، سلام میکنم به شما. خانم کنعانی، برخورد با یک اقامتگاه گردشگری، اون هم به بهانه بی‌حجابی کودکان، واقعا نشونه چیز؟ واقعا کودکانی هستن که فکر میکنم اصلا به سن قانونی هم نرسیده باشن از نظر جمهوری اسلامی که بخوان حجاب هم بذارن. درود بر شما، کاملا درست. از لحاظ شرعی هم 9 سال تمام قمری برای بچه های دختر و برای آقا پسرها 15 سال تمام حتی سن قانونی تکلف شرعی هست، با چیزی که در رساله نوشته شده. بنابراین واقعا عجیب این رفتار جمهوری اسلامی. اما یک نکته خیلی مهم هم باید دقت کنیم در پس اون وجود داره. ببینید، با تمام مظاهر فرهنگ جمهوری اسلامی مبارزه میکنه. اجرای موسیقی، خود همین موسیقی سالها، حدود 45 سال حداقل، که یکی از اون ممنوعه ترین مواردی هست که در ایران داره اجرا میشه. کجای دنیا شما میبینید چیزی که میتونه مفرح باشه برای شهروندان، میتونه برای آرامش روح و روانشون، اصلا یکی از عناصر زیباییه، در یک کشوری ممنوع بشه؟ نشان دادن آلات موسیقی جرم انگاری بشه و از همه مهمتر کودکان نوازنده به جای اینکه تشویق بشن، به جای اینکه به هنرشون ستایش بشه و مورد در واقع توجه ارکان یک حکومت قرار بگیرن، تنبیه بشن و محلی که اجرای هنر خودشون رو انجام دادند پلمپ بشه. میدونید چه خاطره‌ای در روان این بچه ها نوشته میشه؟ میدونید واقعا چه حس خود گناهکاری در اونها پرورده میشه و نگه داشته میشه؟ من فکر میکنم مهمترین نکته‌ای میشه که میشه از چنین رفتارهایی از جمهوری اسلامی برداشت کرد، نفرتش از مردم هست، نفرتش از شهروندان، از صاحبان اصلی ایران هست، نفرتش از ایران و ایرانی هست. واقعا جنگ ما با جمهوری اسلامی جناب، جنگ اگزیستنس، جنگ وجود، بودن و هستن ما رو واقعا جمهوری اسلامی داره مورد اهانت و از همه مهمتر مورد نیستی قرار میده. یعنی چه که شما هنر رو میخواین حذف کنین؟ شما این لباس‌های زیبای محلی رو که من میبینم تن این بچه‌هاست با این اناد می‌ورزید، در نهایت که این فرهنگ میمونه، در نهایت که این مرز و بوم ماندگاره. منتها به هر حال به حکم دیکتاتور بودن احتمالاً جمهوری اسلامی نمیتونه حتی همین مقدار از آنچه که در قوانین شکسته بسته خودش هم مجاز شناخته میشه رو تحمل و اجرا کنه. متاسفانه خانم کنعانی، این اقدام ها، خشونت هایی که به بهانه حجاب انجام میشه، چه بازخوردی بین مردم داره؟ فکر میکنید اصلا حکومت میتونه حجاب اجباری رو تحمیل بکنه اینجوری؟ ببینید، یک مثال بارزش این بود که دقیقاً چند هفته پیش از جریان جنایتی که علیه مهسا امینی انجام شد، وقتی در محافل عمومی حداقل از شخص خود من می‌پرسیدند آینده جمهوری اسلامی رو چطور می‌بینید، آیا فکر می‌کنید یک اعتراضی علیهش برانگیخته میشه، من واقعاً چیز خاصی نمی‌دیدم. می‌دیدم که این کاسه سربیار تموم میشه، ولی نمی‌دونستم اون قطره آخر کجاست. حالا پس از این جنبش، خب الان میتونیم به جرئت بگیم ادامه داره، به خصوص با این روشی که جمهوری اسلامی علیه مردم ایستاده. فقط میتونم در این توضیح یک مسئله رو اضافه کنم و اون این که واقعا کاسه صبر مردم رو به لبریز هست جناب. این رفتارها، این توهین به هستن این مردم، از همه مهمتر به فرهنگشون، این به قولی کمر همت به قتل و نابودی تمام آنچه که دلخوشی این مردم در اون هست، از مظاهر فرهنگی مثل نوروز بگیرید تا آنچه که نشان همبستگی این مردم هست، تا موسیقی، تا اختیار تن و لباسشون، تمام اینها رو جمهوری اسلامی داره مورد جنگ قرار میده و از قرار اینطوری که داره به نظر میاد خیلی هم با شدت و حدت داره در واقع تمام وقت و انرژیش رو این قضیه میذاره. فقط میتونم بگم که این در واقع اون قطره قطره کاسه صبر لبریز شدن مردم رو سرعت میبخشه و این فکر میکنم با توجه به تجربه که در این چند سال اخیر دیدیم، اینکه چطور اینتروال یا دوره زمانی بین این خیزش‌های انقلابی علیه جمهوری اسلامی هی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شد تا جدیترینشون که انقلاب مهسا بود، در واقع برای من به نوعی نشان از یک خودکشی سیاسی داره، به خصوص با این جریاناتی که علیه جمهوری اسلامی در فضاهای بین المللی هم حتی راه افتاده. به یاد بیارید همین هفته ده روز، در 10-12 روز گذشته، این کمیته حقیقت یا و واژه جنایت علیه بشریتی که به جمهوری اسلامی علیه مردم نسبت داد. ما باید منتظر باشیم ببینیم 5 آوریل نتیجه چه خواهد بود و اون وقت میتونیم ببینیم واقعا جمهوری اسلامی چه وضعیت متزلزلی رو در واقع در جهان و در ایران داره. خانم کنعانی، خیلی ممنونم از توضیحات شما.